سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخواییم با هم کیک رد ولوت درست کنیم. من امشب میخوام برای شب یلدا این کیک رو درست کنم، ولی برای همه مهمونی ها این کیک طرفدار زیادی داره. درست کردن کیک، اول کره به دمای محیط رسیده رو اضافه میکنیم به همراه شکر. اینا رو خوب مخلوط میکنیم، با هم زن میزنیم. کره و شکر رو که زدیم، تخم مرغ رو اضافه می‌کنیم. کمی وانیل می‌ریزیم. و دوباره با همزن خوب میزنیم. خب دوستان، من این تخم مرغ و شکر رو حدود 6-7 دقیقه با همزن زدم تا حسابی کرمی بشه. حالا بقیه مواد مثل این ماست و آبی که با هم مخلوط کردیم یا دوغ اضافه میکنیم، خامه رو اضافه میکنیم. خامه رو اضافه میکنم. مواد خشک رو با هم مخلوط میکنیم، الک میکنیم و کم کم به مواد کیکمون اضافه میکنیم. خب مواد خشک رو من با هم الک کردم، حالا کم کم به کیکمون اضافه میکنیم و با لیسک به آرومی دورانی مخلوطش میکنیم. این کیک خیلی خوشمزه و خوشرنگه برای مناسبت ها، خیلی خوبه. ما وقتی این کیک رو توی قنادی ها میبینیم فکر میکنیم که چجوری درست میشه، چه کار خاصی روش انجام شده، حتما خیلی کار عجیب و غریبیه، ولی وقتی میریم سراغ دستورش رو یک بار انجام میدیم میبینیم اونقدی هم که فکر کردیم سخت نیست، باید فقط یکی دو بار امتحانش کنیم. بقیه مواد خوش رو اضافه میکنم. حالا میتونیم با دور کند همزن چند دقیقه ای بزنیم که این خوب مخلوط بشه. خب توی این مرحله من سرکه رو اضافه میکنم.
و دیگه رنگ قرمزم رو میریزم تا به اون رنگی که میخوام برسه. مخلوط شده با لیزک قشنگ هم میزنیم که ته قالب هم ته همزن هم کامل با این رنگمون مخلوط بشه. حالا باید داخل قالب بریزیم. قالبم رو چرخ کردم. امروز میخوام از این فرم قالب استفاده کنم. دستش میکنیم، کامل پخشش میکنیم. خب سطح کیکم رو صاف کردم، یه چند تا ضربه هم میزنم صاف بشه، حباباش خارج بشه. فرم رو عقب گرم کردم با دمای 180 درجه به مدت حدود 40 دقیقه میذارم تو فر. چک میکنم اونو یه روز آخر اگر کیک آماده بود زود طرف فر در میارم، بستگی به دمای فرتون داره. حالا میبریم که بذاریمش تو فر. خب من کیکم رو از فر بیرون آوردم. حالا روی پولی برش میگردونم به همین راحتی برگشته. اطراف کیک کمی رنگ قهوه‌ای داره، میتونید با یه چاقو اگر میخواین قرمزش معلوم شه اونشو بتراشید. خب دوستان ما میخواییم یه کرم پنیری برای روی کیکمون درست کنیم. 100 گرم پنیر ماسکارپونه رو اول با هم زم میزنم تا زمانی که یه دست بشه و جای پرهای همزن روش بمونه. توی مرحله خامه‌مون رو، خامه قنادی که نرم شده است، بهش اضافه میکنیم. دوباره با همزم میزنم. خب حالا این کرم پنیری رو من داخل قیف میریزم، ماسوره گذاشتم. خب حالا میخوام گل بندازم روی پنیری. اون سفتی خامه رو نداره برای ماسوره زدن، ولی خب با
اینکه کرم پنیری خوشمزه تر میشه. یه مقداری از کیکم رو پودر کردم، برای تزئین میریزم روی این گلا که ماسوره زدم.